میخوام از شما این سوال بپرسم که ما میدونیم که و دوستان حتما اطلاع دارن که در تاجیکستان در گذشته ما به خط فارسی مینوشتیم. بیشتر نوشته های نیاکان اجداد ما به خط فارسی بود در این کشور و به یک باره در طول 10 سال یک تغییر خطی انجام میشه، ابتدا به لاتین و بعد به سریلیک. این تغییر خطها در واقع تا چه اندازه تونسته باعث جدایی زبان در این منطقه بشه؟ چون خیلی ها امروز این تفاوت ها رو که میبینیم در خط سریلیک آواها برخلاف خط فارسی که در ایران و افغانستان رایج هستش نوشته میشه و در نتیجه هر واژه فقط با یک لهجه خاص خودش آشنا هستش برای مردم و خونده میشه. آیا این خط تونسته باعث این طرز فکر برای جدایی بشه و آیا باید اون رو اصلاح کرد و موافق برگشت به خط فارسی هستید یا نه؟ در واقع خط تاجیکی از اونجایی که خط آوانگار هست یه خوبی دارد و اون خوبیش هم تنها خوبیش همین آوانگار بودنش هست. یعنی در حدی آواهای زبان فارسی تاجیکی رو میرسونند. ما میدونیم که فارسی تاجیکی با فارسی ایران یه مقدار تفاوت لهجه‌ای دقیقاً بر سر همون واقعه ها دارد. یعنی آوازهاش یه خورده فرق میکند. ولی در خود تاجیکستان هم چون که گفتیم ما 4 تا گویش پراکنده‌ای داریم و یک زبانی که استانداردیزه شده و بهش میگن زبان ادبی تاجیک، اون زبان ادبی یا زبان نوشتاری ما با زبان فارسی که در ایران معیار هست کمتر تفاوت دارد، چون که ریشه شون یکیست، دوران جدایشون هم زیاد طول نکشیده، با اینکه سیاست دوران بر جدایی این زبان ها تکیه میکرده، بده خود گویشوران زبان، در واقع صاحبان زبان، نویسندگان، ادیبان اون دوران همیشه گوشه چشمی به ادبیات ایران داشتن و همیشه از ریشه اصلیش آب می‌خوردن. شما مثلا استاد صدرالدین عینی رو اگر بگیریم، ایشون تا پایان عمرش به خط فارسی می‌نوشته. بزرگان دیگری هم که همسال ایشون بودن یا از نسل ایشون بودن همشون فارسی می‌نوشتن. حالا از اونا بگذریم، من از پدران خودم صحبت بکنم که اونا ادیبم نبودن ولی برای خودشون دانشی داشتن. مثلا اونا گرچه در این دوران گذار از فارسی به لاتین به دنیا آمدند و بعد در دوران گسترش خط روسی مثلا تحصیل کرده بودن توی مدرسه و بعدم دانشگاه، هر روز هم خط فارسی می نوشتن، کتابخانه همش خط فارسی بود. یعنی پیوند بین تاجیکا و خط اصلیشون از بیخ گسسته نبوده. این زبانی که در تاجیکستان درست کرده بودن با این خط یه مقدار از روسی زیاد اثر پذیرفته بود، اون هم به دلیل اینکه خطش روسی بود، هر اصطلاحی رو از روسی بدون کم و کاست، بدون هیچ تغییری وارد زبان تاجیکی میکردن. بعدم چون زبان روسی رو در مدرسه ها یاد میدادن، آموزش میدادن، ملت مجبور میشد که وانواژهای روسی رو با همون گفتار روسیانش تلفظ بکنه، نه مثل که واژه های مثلا فرانسه در فارسی میان تلفظشون فارسی میشه، اینجوری نیست. شما هر اصطلاحی رو که بگیرید از روسی وارد تاجیکی شده با همون گویش روسیانش وارد میشه، ملت هم همونجوری تلفظش میکنه. این خودش یه مقدار اثر گذاشته بر روی تلفظ تاجیکی. ولی مردم شهرنشین تاجیک، ما شهر که زیاد نداریم، یه دوشنبه رو داریم با یه خوجند و حالا 2-3 تا دیگه هم اگر بوده باشد، ولی از اونجا که 90% مردم تاجیک رستانشین هستن و هر کدومی برای خودش لهجه خودش رو دارد، این زبان ادبی تاجیکی زیاد بر گویش های تاجیکی اثر نذاشته بود، مثلا تا 10 سال پیش، تا 15 سال پیش. ولی از دورانی که تلویزیون تاجیکستان برنامه هاشو سراسری کرده، یه مقدار احساس میشه که ملت داره گویش تلویزیون تاجیکستان رو میگیره. حالا تلویزیون تاجیکستان یه مقدار زبانش تئاتریست، یعنی اگر شما در ایران ببینید که گویش رادیو و تلویزیون بیشتر همون گویش معیار شده تهرانی هست، در تاجیکستان اینجوری نیست. معلوم نیست که این گویش کجاست، این یه گویش کتابی است و چون کتابی هست از زبان زنده گفتاری مردم جداست.
خب دقیقا من هم میخواستم همین سوال بپرسم که اگر ما بخوایم رمز بقای یک زبان رو زبان معیار بگیریم که همینطور که شما اینجا میدونن در ایران ما برای رسانه ها تقریبا یک زبان معیار داریم، برای تاجیکستان ما بخوایم بگیم خب این زبان باقی مونده و زبان فارسی معیاری وجود داره، کجا رو میتونیم ملاک قرار بدیم؟ ما در واقع یک زبان فارسی یک دست رو در این 90 سال گذشته شده 3 دست، در واقع 3 تا کانون برای خودش داره، حالا چه بخواهیم اینو بپذیریم چه نخواهیم، شده یک زبان یگانه دارای 3 تا کانون. هر یک از این کانون ها برای خودش یک معیار رو درست کرده. دلیلش هم این بود که بین این 3 تا کشور در مثلا 80 سال گذشته رابطه تنگاتنگ وجود نداشت. مثلا رسانه های ایران در تاجیکستان نه خرید و فروشی داشتن نه پخش و بازپخشی، برعکس از تاجیکستان برای ایران رادیوی تاجیکستان برنامه پخش میکرد. من فارسی رو از اون یاد گرفتم، حالا فارسی مثلا تهرانی رو به یه خورده ای. برای کابل یک برنامه دیگری به زبان مثلا دری پخش میشد از خود تاجیکستان، محتواشم که معلومه شوروی کمونیستی بود از این حرفا. یعنی تاجیکستان میخواست اثری بذاره، چون کمونیستی بود دیگه، میخواست اثری بذاره برای زحمتکشان ایران و افغانستان و انقلاب جهانی از این مزخرفات کمونیستی برپا بکنن. این واقعیتی هست. اما رسانه های ایران و افغانستان بر تاجیکستان کمتر اثر داشتن. بگیم آره شعر ایران بر تاجیکستان تاثیر داشته، ما زیاد داریم شاعرانی که اومدن از شعر نو پیروی کردن، زیاد داریم نویسنده هایی که اومدن از نثر و داستان نویسی های ایران پیروی کردن و یک جای هم آفریدن هم خوبم هست، ولی اینجوری که بخوام زبان معیار فارسی ایران بیاد در تاجیکستان نیز معیار بشه یه دورانی رو پشت سر باید بگذاره. بعدم به نظر من اون لهجه تلفظ یا اون گفتاری که الان ما با شما صحبت میکنیم اینو برای همه تاجیکا معیار کردن کار اول اینکه دشواری هست، دومم که در کارم نیست به تاجیکی بگیم، لازمم نیست، چون در واقع نیازی نیست. ما اصلمون برای اصل همزبانی ما در گویش نیست، در شیوه تلفظ واژه ها نیست، ما اصل همزبانی ما در یگانگی ساختار زبان، دستور زبان باید باشه و خط زبان باشه. این میشه یگانگی زبان. شما در خود تاجیکستان اگر برید تو هر روستایش لهجه رو میشنوید، ایران هم برید همینه، در افغانستان هم همینه. و یکی از خوبی های خط فارسیمون این است که برای همه گویش ها یکسانه، یعنی اون مایه تفاوت لهجه های ما که همون به اصطلاح واکه ها هستن یا صداناک ها هستن به اصطلاح تاجیکی، اونا رو در خط بازتاب نمیدند و هر کسی که میاد یه متن فارسی رو میبینه هر کسی با لهجه خودش میخوندش. من یک متن فارسی رو میتونم هم به لهجه تهران بخونم، هم با لهجه افغانستان بخونم، هم با لهجه روستا خودم بخونم، کاملا آسونه، هیچ مشکلی برامون نیست. یعنی از خوبی های خط فارسی کیش اینه. ولی اینه که مثلا میگن خط آوانگار میاد یک گویش رو استانداردتزی میکنه، معیارش میکنه که اون بشه زبان عمومی. شما اینه در تاجیکستان در طول سالهای 1940 تا امروز این خط تاجیکیمون نتونسته باز هم یک گویش معیار به وجود بیاره. چرا؟ چون گویش های مردمی، این گونه های گفتاری زبان خیلی زنده تر و مقاوم تر هستند. اینا نمیپذیرن یه چیز مصنوعی رو، اینا همون روال زندگی خودشون رو ادامه میدن. این از که به نظر من خیلی سخته که ما بگیم یک گویشی رو، یعنی منظورم طرز تلفظ است، اینو بیای معیار بکنیم، به نظرم بسیار سختی هست و شدنی هم نیست. ولی اینکه یک زبان نوشتاری بیاد معیار بشه، آره این ممکنه، اینو ما داریم سعی میکنیم که اینجوری هم بشه. فقط یه نکته این که به نظر شما خب با توجه به اینکه خط فارسی میتونه این لهجه های مختلف رو پوشش بده ولی خط سریلیک این توانایی رو نداره، شما خودتون فکر میکنین که برگشتن به خط فارسی میتونه کمک بکنه به یک معیار سازی دست کم در نوشتار؟ نه، خب هر کس با هر لهجه میتونه خط فارسی رو بخونه. آیا
ما قدیما این همین امروز بوده. مثلا بگیریم کمال خوجندی رو، از خوجند پا شده رفته مثلا ایران امروزی تبریز خاک شده. من فکر میکنم ایشون در تبریز هم با همون لهجه خوجندی خودش صحبت میکرده. مثلا میرسید علی همدانی از همدان پا شده رفته کلاب خاک شده، من فکر میکنم ایشون در کلاب هم همون لهجه همدانی خودش رو صحبت میکرده و همه هم میفهمیدندش. یعنی برای ما مهم نیست. حالا راستش برای بعضی ها خیلی مهمه که ایشون داره مثلا با شیوه تهرانی صحبت میکنه. من خودم بعضا خیلی تعجب میکنم، طرف یارو مثلا تاجیک، تاجیک زاده است، میاد روسی رو این روزها صحبت میکنه، هیچ کسی هم بهش نمیگه چرا داری ادای مسکوی ها رو در میاری. چرا؟ چون زبان روسی رو یک دست یاد گرفتم با همون گویش مسکویش، نه با گویش مثلا قزاقستانیش که واقعا متفاوته، یا گویش روسی شهر دوشنبه با گویش مسکو خیلی متفاوته. نه اینجوری نمیگن شما چرا میاد ادای مسکوی ها رو در میارید. ولی وقتی که من با شما توی تلویزیون فارسی زبان میام با لهجه تهرانی صحبت میکنم، برام که این برنامه رو پخش میکنیم، ده ها از همبندان زبانکده‌ای که من مدیریتش رو بر عهده دارم میان میگن که چرا مثلا تهرانی صحبت میکنه. میگه مخاطبان تهرانی صحبت میکنن. اگر این برنامه برای افغانستان بود من با لهجه کابلی صحبت میکردم، اگر برای دوشنبه بود سعی میکردم ادای دوشنبگی ها رو در بیارم که من بلد نیستم، من لهجه اونا رو بلد نیستم دیگه، مجبور میشم با لهجه شهرستان خودم صحبت بکنم. یعنی ما این مشکلات رو از اونجای داریم که مردم درک نمی کنه که این یک زبانه. فکر می کنن آره چون تهرانی صحبت می کنه لابد این هم رفته شیعه شده. این مشکلات اجتماعی هست که میان برای ما سرد راه می شن. وگرنه از نگاه زبانشناختی ما هیچ مشکلی من نمی بینم. شاید بقیه ببینم ولی من نمی بینم. شاید جان حالا گفتن امید گرامی که مشکلات بیشتر اجتماعی هستش، به نظر شما این کمکاری از سمت فرهنگستان ایران نبوده که در واقع نمونه های چندی هم داریم از این کمکاری ها؟ یه نمونهش که من میدونم یکم جنجال برانگیز شده بود در تاجیکستان همون بال گرد و چرخ بال بودش که خب ما نمونه های فارسی اون رو در تاجیکستان به جای هلیکوپتر که در واقع در تاجیکستان سالها گویشورانی داشتن و اون رو استفاده میکردن و بعد فرهنگستان ایران میاد و یک واژه جدیدی رو میسازه و از همه فارسی زبان ها میخواد که اون واژه رو به کار ببرن. به نظر شما علت این که ما هنوز نتونستیم در واقع یک زبان معیاری رو بپذیریم خارج از ایران، یعنی مثلا بخوایم عادت بدیم مردم ایران رو به استفاده واژگانی که در دو کشور فارسی زبان دیگه رایج هستش که بشنون و به کار ببرن، دلیلش چیه؟ مطلب اصلی برمیگرده به اینکه مردم همچنان که امید گرامی اشاره کرد تحت تاثیر صدا و سیما رادیو تلویزیون واژگان روزمره شون رو میگیرن و به کار میبندن و همون نهادینه میشه به عنوان واژگان استاندارد جامعه. در زمانی که فرهنگستان زبان فارسی بسیار توانمند بود و واقعا استادان و کارشناسان بنام و بهترین ادیبان فارسی زبان در اونجا مشغول به کار بودن، یعنی زمان رضا شاه و بعد در ادامهش در دوره محمد رضا شاه، شوربختانه ارتباطی با تاجیکستان برقرار نبود به خاطر اینکه خب به هر حال اونجا اتحاد جماهیر شوروی بود و یه میله‌هایی کشیده شده بود که فاصله بین این ایرانی تباران انداخته بود. در تاجیکستان به نحوی، در ایران به نحوی، افغانستان هم که از اواسط دهه 70 به خاطر انقلاب‌های کمونیستی وارد فازی شد که ارتباطش با ایران به یک حداقل رسید. در اون زمانی که فرهنگستان این کاره بود و نیروی کارشناس داشت و علاقه و گرایش حکومت هم به این بود که یه همچین پلی رو بزنه و همچین پیوندهایی رو در حقیقت نه که برقرار کنه، چون برقرار بود مستحکم کنه،
شوربختانه به خاطر فضای سیاسی که در تاجیکستان و افغانستان برقرار بود این ارتباط خیلی خیلی خفیف بود، خیلی ضعیف بود. پس از انقلاب و به ویژه پس از 1990 که شوروی پیشین فرو ریخت و امکاناتی ایجاد شد و فضای ایجاد شد که میشد با تاجیکستان پیوند خیلی تنگاتنگی داشت و همچنین افغانستان هم پس از سالها روسا اونجا رو ترک کردن و به هر حال دولتی سر کار اومد به عنوان دولت مجاهدین افغان که آقای برهان‌الدین ربانی و دوستانش که رابطه بسیار خوبی هم با ایران داشتن. آن زمان فرهنگستان زبان فارسی تا همین اواخر، باز اواخری که هم بهتر شده، خیشکاری یا رسالت خودش رو در قبال زبان پارسی بسیار از دست داده بود. علتش این بود که سیاست عمومی حکومت در پی تقویت فارسی و در پی زنده نگه داشتن فارسی به عنوان زبان روز و زبان کاربردی نبود. به هر حال اوایل انقلاب که شما خاطرتون هست یه عربگرایی از سوی حکومت ترویج میشد. جنگ که آغاز شد خوشبختانه یه مقدار فروکش کرد به خاطر مسئله جنگ با عراق و بعد فرهنگستان اومد به جای اینکه بره نیروهای کارشناس رو بیاره، طبیعتاً به دنبال برادران مکتبی بود، در نتیجه نیرو کارشناس نرفتن اونجا و به مرور تو چند سال اخیر به ویژه دوره احمدی نژاد فرهنگستان بهتر شد و یه مقدار نیروهای ایران دوست و دلسوز وارد فرهنگستان زبان فارسی شدن. من فکر میکنم درست زمانی که به خاطر شبکه‌های ماهواره‌ای، به خاطر تلویزیون، به خاطر سریال‌ها، به خاطر برنامه رادیویی و اینکه هر کسی در هر جای تاجیکستان یا افغانستان یا ایران میتونه تقریبا هر برنامه رو به خود از یک از این سه کشور رو بشنوه یا ببینه و شبکه‌های اجتماعی، البته الان زمانی است که خیلی راحت یک فرهنگستان نیرومند و یک سیاست‌گذاری نیرومند میتواند کمک کنه به، نمیگم یک دست کردن، ولی هماهنگ کردن این سه کانون زبانی که در یک موج و در یک رودخانه با هم حرکت بکنه. یه مطلبی امید جان گفت، من کاملا بهش باورمندم. اشاره میشد که در خود تاجیکستان به خاطر اینکه بخش بزرگی از جامعه بافت روستایی داره، شما از جای به جای دیگر میروی ممکنه مقدار گویش و لهجه متفاوت باشه، احتمالاً برخی واژه ها متفاوته و حالا اخیراً یه مقدار به خاطر برنامه‌های سراسری تلویزیون داره یک دستر میشه. در ایران شما مثلا فارسی که در نشابور صحبت میشه و فارسی که در دسفول صحبت میشه، این در شمال شرق و جنوب غرب، و تفاوتی که در واژگانی که به کار میره رو اگه نگاه کنید، به نظر من احتمال داره بیش از تفاوتی باشه که شما بین فارسی نشابور و فارسی بلخ یا مثلا هرات میبینید. احتمالا نشان 90%. 90%. بله. دلیلش هم این است که ما تو عصر جدید به خاطر سیستم‌های ارتباطی و رادیو تلویزیون و به ویژه مدارس، چون مدارس به طور یک دست آموزش پرورش کتاب‌های درسی رو منتشر می‌کنه و پخش می‌کنه، یه هموژنیزه کردن گویش و لهجه‌ها در سراسر کشور هست که این خب کمک کرده به اینکه همه همدیگر رو بهتر بفهمن و این خیلی خوبه. و من فکر کنم که همین رو در بعد منطقه‌ایش اگه نگاه کنیم به جای فقط بعد ملی درون مرزهای ایران، ببینید در بعد منطقه‌ای هم می‌شود این تأثیر رو داشته باشه. اگر که جمهوری اسلامی کمتر به سریال هایی که در ارتباط با زندگی فلان شخص عرب یا فلان امیر عرب یا فلان شیعهی که مثلا نمیدونم بعد از کربلا قیام کرد و فلان اتفاق افتاد و خونخواهی حسین رو کرد و طفلان مسلم و حبیب ابن مظاهر، اگر به جای سریال سازی اینگونه میرفت به دنبال سریال سازی که در ارتباط با ایران شهر تاریخی باشه، اگر فیلم سینمایی یا سریال سیاوش و کاوه و فریدون و جمشید و کیخسرو و عرض کنم خدمتتون انوشیروان و بزرگمهر و اینا ساخته میشد با این بودجه‌ای که اینا دارن و هزینه میکنن، خیلی هم سریال‌های دیدنی میشد. نه تنها هم زبانان و هم تباران ما در تاجیکستان، افغانستان و حتی ازبکستان، بخشای دیگری که ایرانی تبارن، یه مقدار زیادی تحت تاثیر این قرار میگرفتن و یه مقدار کمک میکرد به تقویت این پیوندها و به هر حال یک یادآوری تاریخی هم بود از پیشینه مشترک همه ما. یه تأثیر دیگری که داشت، یه مقدار واکسینه میکرد جامعه ایرانی و جامعه کلن آسیای میانه رو و غرب آسیا رو در برابر تبلیغات عظیم عثمانیگری که ترکا دارن انجام میدن
شما من ندیدم این سریالو، ولی چند تا عکس رو صد اسنپ شات گذاشتیدم از سریال حریم سلطان. این سریال در ایران همه رو معتاد کرده بود، یعنی همه میشستن سریالو میدیدن. و در سریال حریم سلطان دربار عثمانی، خلافت عثمانی به گونه ای نشون داده میشد که شما هیچ وقت تو امپراتوری پروس یا در اوج قدرت بریتانیا یه همچین شکوه و ابهتی رو نمیدیدی و خانوم ها همه مثل مانکن ها و مدل های سال 2016 اروپا و امریکا شمالی بودن، در حالی که وقتی عکس ها رو نگاه میکنی از حرم سلطان سلیم یا از سلطان سلیمان، خانوم های میبینی که با استاندارد امروز یه مقداری از انسانیت دورن، با موی صورت و چهره های بسیار خطرناک و ناجور. واقعیت تبلیغات از طریق سریال، از طریق برنامه‌های تلویزیونی بسیار بسیار مؤثر بوده و این میاد یه ایمیج، یک تصویر دروغین رو از یه جامعه به خورده نه فقط مردم اون کشور بلکه همسایگان میده. من فکر میکنم که در تایید صحبت‌های امید گرامی یه فرهنگستان زبانی که یه مقدار وسیع‌تر کار کنه، فقط چشمش به 60-70 تا کارشناس خودش نباشه، حتی از روستاها و از شهرهای دور و نزدیک ایران و افغانستان و تاجیکستان واژگان کهن رو بگیره به جایی که بره بسازه. این امکانو ما داریم، قبلا این کار شده. اگر این کارو بکنه و رادیو تلویزیون ها اهدافشون صدور انقلاب و صدور مذهب نباشه و یه مقدار زیادی تمرکزشون روی تقویت پیوندهای تمدنی باشه، من فکر میکنم به این مهم ما خیلی راحت، شاید ظرف کمتر از 7-8 سال میتونیم دستیابی پیدا کنیم. کاملا درسته. حالا یک چیزی هستش که میخواستم پیوسته جملات شما بگم، اگر اشتباه دارم نامی رو میگم امید جان لطفا من رو اصلاح کنین. در زمان شوروی فیلمی ساخته میشه درباره از شاهنامه، بر اساس شاهنامه در واقع، که خب اندکی تغییرات داشته و بعد از فروپاشی شوروی این فیلم ها به فارسی برگردان میشن، که آقای کیمیاگراف که از یهودیان تاجیک بوده در واقع این فیلم ها رو میسازه، داستان رستم، داستان کاوه و رستم و سهراب، اینها بعداً به زبان فارسی برگردان میشه و یکی از شاعران بزرگ تاجیکستان آقای لایق شیرعلی میان و قسمت هایی رو که بر اساس شاهنامه بود یا مثلا باید اندکی شعر برای وزن داستان اضافه میکردن، اونها رو شعر گذاری کردن، که کار بسیار زیبایی هم بودش. ولی متاسفانه وقتی که در ایران پخش شد، خب من که اصلا ندیدم و خیلی از دوستان حتی خبردار هم نشدن که این فیلم ها ساخته شده و بر اساس فارسی هستش، خب خیلی راحت قابل فهم هستش و میتونست تبلیغ خیلی زیادی هم بشه، هم برای اینکه نشون بده که چون لهجه اونجا و حتی ما میتونیم بگیم که لهجه‌ای که شاهنامه رو بخوایم بخونیم و به زبانی که نوشته شده سوهله اون فردوسی اونو نوشتن نزدیکتر به لهجه ایست که در تاجیکستان صحبت میشه و وقتی که اون فیلم رو میبینیم تاثیر خیلی زیبایی میگذاره برای آشنایی با زبان فارسی و همزبانان ما. ولی متاسفانه اصلا تبلیغ مفیدی روی اون صورت نگرفت، این تقریبا هیچ کس نمیدونستش و این فیلم به حاشیه رفت. شاید هیچ کس هم از اون اطلاع نداشته باشه که از خیلی از فیلم های دیگهی که در خود ایران بر اساس شاهنامه ساختن زیباتر بود و در این حال ما داریم میبینیم که همونطور که گفتیم فیلم هایی هستش که داره با تبلیغ ترکیه، تبلیغ فیلم های کره‌ای در شبکه های مختلف باعث میشه تا گرایشاتی به وجود بیاد نسبت به همین تاریخ اون کشورها. یعنی شاید اونقدر که تاثیر فیلم حریم سلطان برای شناخت اون دوران عثمانی مهم بود در مردم ایران، شاید خیلی از فیلم های ما نتونست این کار رو بکنه برای شناساندن تاریخ خودمون. خب یکی از موضوعاتی که خب اشاره کردیم و گذاشتیم در مورد وام واژگان بود.
میخوام این موضوع رو کمی بازتر کنم. در ایران ما وام واژگان زیادی رو داریم که هم بخشان گرامی هم گفتن خیلی از اونها از زبان عربی گرفته شده بود که تاثیر دوران مختلفی بودش که این وام واژگان رو وارد زبان ما کردش و به هر حال بخشی از زبان ما شد. خیلی افراط هایی در اون بودش و خیلی بهسازی هایی در زبان صورت گرفتش، ولی به هر حال بخشی ناگسستنی از زبان ما هم شد. یعنی ما خیلی از اشعار و متنهایی رو که میخونیم پر از واژگان عربی هستش. همچنین واژگان فرانسوی که میدونیم به گرامی هم گفتن که وقتی وارد میشن به خاطر اون جای تکیه ها و زده هاشون که همخوانی داره با واژگان فارسی و زبان فارسی خیلی راحت تر وارد زبان فارسی شدن. اما وقتی که ما وارد تاجیکستان میشیم با سیل واژگانی روبرو میشیم که یا از روسی هستش که زده های مختلفی دارن و یا از ترکی وارد شدن که در واقع معادل فارسی اونها تا چندی پیش هم رایج بوده یا همین الان هم در نقاط مختلفش رایج هستش. چطور میشه اینها رو مقایسه کرد؟ امید جان آیا این برابری وجود داره؟ یعنی همونطور که مردم تاجیکستان میگن اگر مردم ایران یک واژه‌ای رو وام واژه گرفتن چرا ما اجازه استفاده از وام واژه رو نداریم؟ ما در این مورد بحثای موضوع زیادی داشتیم و برخوردها مختلفند. یکی این که با برخورد تجویزگرانه نمیشه زبان رو پاک کرد، مردم رو نمیشه دهانشو بس گفت این واژه رو بگین اون واژه رو نگین، نه. ولی این که با گفتار مردم کاری نمیشه کرد، همون که میگن دهن مردم رو نمیشه پوشوند، اصلا هیچ کاریش نمیشه کرد. یه آدم وقتی صحبت میکنه، وقتی سخن بر زبان میاره، فکر نمیکنه کدوم واژه رو داره میگه. هر کی بر زبان اومد، خوش اومد، پیش اومد، اصطلاح ما گفتن میگیرد. یعنی زیاد روی صحبتش حساس نیست. ولی در نوشتار چرا؟ در نوشتار میشه. این نکته رو هم بگم که بعضی از تاجیکا به ایرانی میگن که زبان شما خیلی عربی زده‌تره و زبان ما پاکتر و فارسی‌تر از این حرفا. اینا در واقع لاف و گزافی بیش نیست. یعنی هر وام واژه‌ای که در زبان از عربی به فارسی وارد شده و در فارسی ایران به کار میره، در تاجیکستان دوچندانش هم هست. یک کاری که در زمان شوروی کرده بودن، وقتی که زبان فارسی تاجیکی رو داشتن معیار میکردن، ساده میکردن در واقع، هدفشون هم این بود که زبان نوشتاری دبیرانه و منشیانه دوران منقط رو که هم عصر قاجار و اصلا هم ریشه و نژادشون بوده، اینو بیان به زبان مردم، به زبان گفتاری نزدیکش بکنن. ولی روشش چجوری بود؟ هر کی نویسنده‌ای بود، سوادی داشت، با سواد بود، همه نابود شدن. بی سواد اومدن قلم به دست گرفتن و نوشتن همون چیزی که در اومد یک زبانی، نمی‌دونم چجوری. یعنی ساده کردن، خواستن اون وانواژه های عربی رو بریزن دور، به جاشون یه چیزای دیگری رو وارد کنند. یه مثال میارم، توضیح دادن رو در تاجیکی میگن فهمانده دادن، بعد ازش درست کردن فهمانده دهی. این شکل واژه سازی مخصوص مردم سمرقند بخاراست. یعنی شما تو کوهستان همچین چیزایی رو نمیشنوید اصلا. برای اینکه نمیگن فهمانده دادن، همچین چیزایی نیست. بعد حالا به ایرانی ها مثلا طعنه میزنن که شما میگید توضیح، این عربی است. خب خودتون چی میگید؟ فهمانده دادن مگه فارسیه؟ فهمانده دهی یعنی چی؟ از کجا اینو ساختید؟ یعنی اینا در واقع بحثای افرادی است که از زبانشناسی دور هستن، میان به همدیگه یه طعنه بزنن که حالا ما هم کم نیاریم، ما هم چیزی گفته باشیم. ولی اگر از دیدگاه زبانشناختی بیاییم به این پدیده نگاه بکنیم، هر وام واژه‌ای که در فارسی ایران هست، در فارسی تاجیکستان هم هست، عین همون و شاید یه خورده معنیشون مثلا متفاوت باشه. یعنی در ایران میگن مدرسه، در تاجیکستان هم میگن مدرسه. ولی در تاجیکستان مدرسه به آموزشگاه دینی گفته میشه.
مدرسه متوسط و مدرسه راهنمایی از این چیزا نداریم. مدرسه یک اصطلاح کاملا مذهبی و دینی است، مربوط میشه به آموزشگاه های دینی، اونم مدارس که جنب مثلا مساجد بوده در سمرقند و بخارا، برمیگرده به اون. ما به مدارس میگیم مکتب. مکتب یک واژه عربی است. حالا در ایران به جایش میگن دبستان و دبیرستان، در تاجیکستان میگن مکتب. کدوم یکیش فارسی تره؟ مسلمان که دبستان و دبیرستان هست اون فارسی تره، چون از فارسی میانه گرفته شده. یا مثلا در تاجیکستان هنوز هم که هنوز به دانشکده میگن فاکولته. خب حالا کی میتونه طعنه بزنه که مثلا فارسی ایران عربی تره؟ به چی میگم مثلا؟ هستش. از این بامواژه ها زیاده، شما هر چقدر بخواید پیدا بکنید. بعد یه مورد دیگه رو هم میخوام عرض کنم که ما اگر به دنبال پاکسازی زبان امروزیمون، زبان روزمرمون بریم، اول اینکه نمیتونیم پاکش بکنیم، دوم که فرصتشو نداریم، هزینهشو هم هیچکس تامین نمیکنه و یک کار درستی هم نیست. گفتار مردم رو نمیشه هیچ کاریش کرد، ولی زبان علمی رو، زبان ادبی رو، زبان رسانه ها رو، زبان نوشتاری رو در هر یک از کاربرداش میشه تنظیم کرد، اونو روش میشه برنامه ریزی کرد، اونو میشه به مردم آموزشش داد، از اون راه میشه گفتار مردم رو هم درست کرد. این راهیست که همه کشورها رفتن و خود فرهنگستان زبان ادب فارسی هم همین داشت میرفت. حالاشو نمیدونم، ولی در واقع مثلا پارسال اومدن مجموعه از واژه های مسببشون رو به تاجیکستان دادند، ولی کاربردی من ندیدم که داشته باشند. پیش از اونم که فرهنگستان از تاجیکستان عضو داشت، استاد زنده‌یاد محمد جان شکوری عضو فرهنگستان از تاجیکستان بود، الان استاد دادخلا سیمیدینوف هستن نماینده تاجیکستان در اونجا. من نمیدونم اونا چه کار و کنشی میکنن، ولی همین که نماینده دارن از تاجیکستان خود دلیل بر این میشه که بگیم فرهنگستان برای ما نیز هست، یعنی هیچ تافته جدا بافته نیستیم، ما هم وارد همونیم. فقط برمیگردم به بحثای خودم با برخی از دوستانی که بعدن هم دشمن شدیم. دو تا روش بود در واقع. یه روش این که خیلی تجویزگرایانه برخورد میکردن، هر آن چیزی که در تهران میگن و هر آن چیزی که در ایران میگن اون معیار بقیه همش تعطیل. آخه با یک ملتی که با زبان نمیدونم داره زندگی میکنه اینجوری برخورد نمیشه کرد. نمیشه بهش فرمود که شما از امروز دیگه بگید مثلا به جای مثلا چرخبال که تازه اونم جا افتاده در زبان فارسی تاجیکی بهش بگی بیا مثلا بگو بالگرد. آخه بالگرد چیه؟ نمیدونم، باید بهش یاد بدی دلیلش رو بیاری، بگی مثلا چرخبال به دلیل داشتن سه تا همخوان پشت سر هم رخبه برای یک گویشور زبان فارسی سخته. اینو گذاشتن کنار، به جاش بالگرد یا بالبر یا هر چیز دیگر رو گذاشتن. حالا مثلا به این مکانیزم میگن مثلا بالبر. آدم وقتی که توجیه میشه، اگه بهش توضیح میدن دیگه یاد میگیره، میگه که آها این پس درسته. این مثلا بحث جاروب برقی بود از این حرفا. تاجیکستان چون این جاروب برقی رو از روسا گرفته بهش میگه گردکش. دقیقا ترجمه حرف به حرف همون پلساسه. بعد شما هر چی بهش بگی که بابا این کارش چیه، این مثلا گرد میکشه، خب بکشه گرد. شما قبلا با یه جاروب خونه رو جارو میزدید، حالا با همون کار جاروب رو این دستگاه انجام میده. ایرانی ها اومدن اون نام قبلی رو به این نام مثلا به این دستگاه تازه ساز گذاشتن، شده جارو برقی. حالا بعد از 10 سال دیگه که برق همه جای دنیا میشه، برقش هم میفته دیگه، این دستگاه میشه جارو. به اون جارو بنمیدونم از شاخه های فلان رستنی دیگه نمیگن جارو. مثل اینکه ما الان به مثلا چراغ برقی میگیم چراغ، دیگه برقشون نمیگیم. زبان خودش رو تنظیم میکنه. اگر روشمندانه بهش بیای به گوشوران اون زبان یاد بدی که مثلا این درسته، این مشکلاتی دارد، اونجا رو میشه عوضش کرد، اینجا رو نمیشه عوضش کرد. اگر از این راه میرفتیم ما الان به جاهای دیگری هم رسیده بودیم. ولی
ولی متاسفانه در خود تاجیکستان این راه ها رو نمیرن، چون من در برنامه پیشینم گفته بودم که ما دوتا مشکل داریم، یکی مشکل ما دستور زبانمونه و یکی مشکل دیگرمون هم خطمونه که ما رو از فارسی جدا میکنن. ولی مشکل سوم هم داریم، مشکل سوم دولت تاجیکستانه، این دیگه بر همه مشکل ها میچربه. یه از تازه ترین برخوردهای زبانی دولت تاجیکستان رو عرض کنم خدمت شما که رئیس مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده که به جای جمهوری عربی باید گفت رسپوبلیکا. من نمیرم خودم رو خفه بکنم یا کسی دیگری رو. این یعنی چی؟ بینی در افغانستان که تاجیکا 100% میگن افغانستان یک کشور عقب افتاده، نمیدونم قرون وسطایی و جهالت و طالبانی و از این حرفاز، 10 سال اومدن با دولت آن کشور مبارزه کردن و 2 تا اصطلاح فارسی رو مجلس نمایندگانشون به تصویب رسوند، دانشگاه و دانشکده. یعنی 10 سال برای 2 تا اصطلاح جنجال بود در افغانستان و این کار رو درست کردن. بعد در تاجیکستان میان چه کار میکنن؟ ما یک اصطلاح مثلا مندرآوردی تاجیکی داشتیم، سرقانون، به قانون اساسی میگفتن، اونو انداختن بیرون، به جاش آوردن کانستیتوتسیا. بعد حالا میگه که این کانستیتوتسیا با پارلمنت و با رسپوبلیکا، چون اینا از اصطلاحات سیاسی جهانی هستن و در تاجیکستان هم همین اصطلاحات به کار برده بشه. من نمیدونم که در تاجیکستان پژوهشگاه زبانمون چه کار میکنه. من همیشه از کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان انتقاد میکنم، ولی این بار دیگه من نمیدونم از کی انتقاد بکنم، از جامعه، از ملت، از کشورداران، از کی؟ درسته، کاملا درسته. خب من یاد یک زمانی، یعنی یاد خودم که نبودم، ولی مطالبی رو خوندم در مورد زمانی که وامواژگان ترکی وارد زبان فارسی در منطقه آسیا میانه میشد، که در واقع تاثیر علاوه بر این تاثیراتی که گفتیم که خود مردم و دولت شریک بودن، خود مردم ترک زبان به خاطر کمکاری مردمی که در واقع زبانشون رو به نام زبان مسلمانی میشناختند، مردم روس زبان، یعنی به خاطر شباهت خط به فارسی زبانها، این نسبت رو میدادن که شما دارین زبان مسلمانی رو صحبت میکنیم، و در پیوست اون ترک زبان ها رو وارد کارهای دولتی و دفترداری کردن، وارد کار روزنامه نگاری کردن، ماشین های چاپی که برای کارهای روزنامه نگاری بود نخستین بار کاربرد اونها و ورود اونها توسط ترک ها شد، و به این ترتیب وامواژگان ترکی هم ناخودآگاه وارد زبان شد. حالا حتما سیاست هایی هم مثل سیاست ایجاد یک ترکستان که هنوز شما حتما زیاد باش مواجه شدید، امید گرامی، که وقتی که بحث آسیای میانه میشه همه مردم آسیای میانه رو ترک میدونن، یعنی انتظار دارن که حتما ترکی رو بلد باشن. یکی از مشکلات در منطقه بسیار زیاد بود و همچنان هم داره انجام میشه، چنانچه فعالیت های پانترکیستی در ایران هم سابقه زیادی داره و فکر کنم شاهین گرامی هم میتونن در این زمینه برای ما کوتاه صحبتی رو داشته باشن. من با اجازه اینجا یک مقدمه رو بگم در مورد وامواژه های ترکی در زبان فارسی تاجیکی. بر اینکه سرزمین تاجیکای امروزه که ازبکستان و تاجیکستان هست، یه فیلتری بوده که قبایل ترکی که میخواستن از سمت سیبری و سرزمین ترکستان خودشون بیان به سمت دشت‌های پهناور ما،
و به سمت ایران هجوم بکنن اول از فیلتر ما رد میشدن. شما بدید هر جهانجویی که اومده از سمت سیبری و مغولستان و دشت قبچاق اول از توران رد شده رفته به ایران رسیده. خیلیشون هم ساکن این سه منطقه خودمون بودن. الان آذربایجان ها ایران به خودشون میگن ترک، در واقع نمیدونن که اینا نیاکانشون ایرانی هستن و فقط زبانشون ترکه. و ترکیه آذربایجانی اونا هم خیلی شباهت به ترکیه ترکمنی دارد. در واقع این یکی از گویش های آغازی هست و آغازا همون ترکمن ها هستند و سلجاقیان و بقیهشون همشون هم ترکمن بودند. خبری از آذربایجانی نبود. حالا یه جمهوری خودخوانده آذربایجان با خودش میگه آذربایجان بزرگ از این حرفا. این البته که بیشتر مربوط به ایران امروزی میشه، ولی اون چیزی که به تاجیکستان برمیگرده در سال 1920 که انقلاب میشه، سران اون انقلاب بیشترشون تاجیکای خودباخته بودن و اونا هم چون در ترکیه تحصیل کرده بودن و چون اونجا هم ببینید بازم بحث مذهب میاد پیش میاد، چرا تاجیکا میرفتن در ترکیه تحصیل میکردن در عثمانی؟ چون سنی مذهب بودن. ما خیلی از بدبختی های ما از دست این مذهب گرایی هامونه، چه در 90 سال پیش که سمرقند و بخارا از ما گرفتن، چه همین امروز هم و چه در آینده هم دقیقا همین تفرقه جویی هایی که بین افراد خاصی در ایران و افغانستان و تاجیکستان هست که از بیرون تغذیه میشه، اینو میاد یک دغدغه ایجاد میکنه، وسوسه ایجاد میکنه که افراد بسیار هم جاهل متعصب از هر سنگری از این ور اون ور به جون همدیگر بیفتن و بعد این میاد در واقع همبستگی نژادی ما رو هم میبره زیر سوال. حالا همبستگی زبانیمون که خیلی به شدت زیر سوال داره میره. چرا؟ چون کار به جای رسیده که اصطلاحات رو هم به شیعه و سنی دارن تقسیم میکنن. شما اگه بحثای بین ایرانیان و افغانستانی ها رو توی همون فیسبوک بخونید دقیقا مشخصه ها که دارن اصطلاحات فارسی رو به شیعه و سنی تقسیم میکنن. یعنی اینا افراد بسیار جاهلی هستن، احمقن از دو طرف، همیناشون هموناشون. زبان شیعه و سنی ندارد، زبان برای من ابزار کاربردی است، ابزار ارتباطی است برای رسوندن اندیشه خودم به شنونده و به خواننده نوشته هام، غیر از این هم نیست. حالا درستی که ادبیات هر رشته‌ای برای خودش اصطلاحاتی دارد، مثلا زمینه مذهبی عربیاشون فرق میکنه، اون مالامان از عربیه، ولی چون ریشه دین ما عربی هست از عربستان اومده که ناچاریم، نمیشه به جای الله گفت یزدان. امروز قدیما میگفتن، امروز نمیشه گفت یزدان به جای الله. شما یزدان بگی میگین زرتشتی. یعنی با زبان ما دارن اینجوری بازی میکنن، زبان رو کشوندن به یک چالهی به مزخرفاتی. اینا رو باید در واقع یک نهادی میخواد که فارغ از همه این بحثا باشه، بیاد زبان رو یک زبان فناوری ها بکند. من هفته گذشته با گروهی از دانشمندای دانشگاه علامه طباطبایی بودم، با نهادهای مختلف روسیه ملاقات داشتیم، نهادهای آموزشی و فرهنگی بودن، کتابخانه ها و دانشگاه ها و اینا، و من برای آخرم اونجا چند تا اصطلاح تازه رو یاد گرفتم، مثلا دانش سنجی، وب سنجی، علم اطلاعات، کتابداری، کتابخانه دیجیتال. ببینید ملت داره کجا میره، چه کارهایی میکنند، میخوان کتابخانه های دیجیتالی رو درست بکنن که در دسترس عموم باشه و ما داریم چه کار میکنیم. هنوزم دنبال بامباژه ترکی و عربی و روسی در زبانهای خودمون میگردیم. این در گویش هیچ کارشون نمیشه کرد. این زبان فارسی که در تاجیکستان به کار میره یک حالت حضواریشی دارد. شما در کوچه و خیابون واژه های روسی فراوان میشنوید، اصلا جملهش روزبکی هست، یعنی شما نمیتونید متوجه بشین داره چی میگه اگر تاجیکستانی نباشید، ولی وقتی که میان قلم به دست میگیرن فارسی مینویسن، همون واژه ها و اصطلاحات روسی رو معادل تاجیکیشو مینویسن، ولی اون فقط روی کاغذه، مردم یه چیز دیگری میگه. بعد یکی از خطرهای بزرگی که بر فارسی در تاجیکستان تحریم میکنه همین مهاجرته. ما قبلا زیاد ملت روسیه نمی اومد، فقط خود شهر دوشنبه بود که ملت رو روسی زبان میکرد،
یعنی شما از پامیر بلند میشدید میرفتید در دوشنبه، به جای اینکه تاجیکی رو یاد بگیرید روسی رو یاد میگرفتید. شما از خوجند پامیشدید میومدید دوشنبه، به جای اون که مثلا یه فارسی معیار یاد بگیرید همون لهجه خوجندی خود در پایتخت تاجیکستان رسمی بود، کار خوبی هم بود، ولی روسی زده بود بسیار سخت. حالا ملت که خودش پا میشه میاد روسیه، ده ها سال اینجا زندگی میکنه، زبانش هم یادش میره، بعد سالی یک بار بن میگره میره تاجیکستان، فکر میکنه به چه زبانی اونجا صحبت میکنه، دقیقا به زبان روزبکی. و این هاست که ما وقتی که میگیم که زبانمون فکر باطلاق جا گرفته، خط سریلیک تاجیکی ما رو به یک بنبستی نگه داشته، ما نمیتونیم ارتباطی داشته باشیم با همزبانانمون چون همخط نیستیم و با همخط هامون چون همزبان نیستیم. ببینید تاجیکستان با مغولستان همخطه، جفتشون سریلیکه، مگر ما با مغول ها چه نسبتی داریم؟ آره از پیوند مغول و تاجیک ازبک ها پدید اومدن به شوخی میگیم، یعنی ما نسبتی داریم. یا اینکه در افغانستان هم گروهی از فارسی زبانانمون مغول نژادن، بله هست، ولی ما چه نسبتی با مغولستان داریم که همخط هم با اونا باشیم؟ یا ما با سربستان یا تاجیکا مثلا با اوکراین با بلاروس با روسا ما چه نسبتی خویشاوندی داریم؟ ما هیچ نسبتی نداریم. مگه همزبانیم؟ نه. ولی با ایران و افغانستان که همزبانیم همخط نیستیم. خب مسلما اگر خردمندانی سر کشور بودند که حالا دو سه تا هستند ولی کمه تعدادشون، اینا میومدن یک برنامه‌ای رو درست میکردن که ما بیایم با همزبانامون همخط بشیم. ما میتونستیم از این راه خودمون رو از باطلاق در بیاریم، ولی فعلا من نمیبینم، من هیچ روشنایی در این تاریکیستان نمیبینم. خب نه، جای افسوس زیادی داره و باید بیشتر در موردش حرف بزنیم. من میخواستم نظرات شاهین گرامی رو بدونم ولی فکر میکنم که وقت برنامه ما تموم شده. اگر شاهین جان بتونیم در یک دقیقه، من در یک دقیقه فقط مطلب خطر پانتورکیسم چه در ایران چه در منطقه آسیا میانه رو حتما میذاریم برای نشست دیگه، چون مطلب مفصل و مهمی است. در ارتباط با زبان، واژگانی که از زبان عربی به زبان ایرانی وارد شد، در حقیقت شما اگر نگاه کنید تاریخ بیهقی رو وقتی میخونید به عنوان یک نثر یا شاهنامه فردوسی رو میبینید که اینا هر کدوم 300-400 سال پس از قادسیه نوشته شده، تعداد واژگان عربی بسیار کمه تو این نوشته ها، بسیار بسیار کمه. در حقیقت با آمدن اعراب نبود که این واژگان وارد زبان شد، بلکه بعدها تو سده ششم هفتم هجری نیاز برخی از دبیران به بازی با واژگان باعث شد که اینها مقدار زیادی واژگان عربی بیارن که بتونن به عنوان مترادف ازش بهره بگیرن. مثلا گلستان سعدی رو شما نگاه کنید خیلی واژگان عربی داره، دلیلش این است که میخواهد سعدی مسجع بنویسه و نمیتونه با 4 تا واژه فارسی کار کنه، 7-8 تا از اونجا میاره، شروع میکنه با اینا قافیه دادن و جلو رفتن و کار به جایی میرسه که شما در دوره قاجار پیش از انقلاب مشروطه فقط ساختار جمله فارسی است، واژگان تمام عربی شده است. خب این زبان مردم کوچه و بازار نبوده. من یه نکته بگم پیش از اینکه بحثم تموم بشه، ما حدود 700 مصدر در زبان فارسی داریم، مثل پریدن و جویدن و جستن و کشتن و خوردن و آوردن و دریدن و شنیدن و اینها. از اینها 4 یا 5 تا تو 700 تا عربی است، یعنی شما فهمیدن رو داری که فهم عربی است به اضافه پسوند فارسی، رقصیدن رو داری که رقص عربی است، 2 تا یا 3 تا دیگه هم هست. 4 تا یا 5 تا تو 700 تا نشون میده مردم برای نیازهای خودشون ناگزیر نبودن واژه از جای دیگر بیارن، مردم کار خودشونو میکردن. این در حقیقت به اصطلاح طبقه الیت جامعه بود که به خاطر خودخواهی خودشون این حجم زیاد واژگان رو وارد کرد. الان هم اگر ما از سر گویی و سر نویسی فارسی صحبت میکنیم به این معنا نیست که کلن زبان رو 100% بکنیمش ایرانی، چون فقط فکر کنم قبایل خاصی در افریقا شاید اینقدر از بیرون خودشون گسستن که فقط و فقط با واژگان خودشون سخن میگن، ولی نباید اجازه بدیم
واژگان پارسی به خاطر بهره گرفتن از واژگان عربی هم معناش بمیره و از میان بره. مثلا سوال و جواب، چرا سوال و جواب؟ پرسش و پاسخ که ما مرتب میگیم تو سخنانمون. چرا من مقاومت میکنم؟ خب من ایستادگی میکنم، من پایداری میکنم. چرا عکس العمل، واکنش که خب به راحتی میگیم، به کار میگیریم و خیلی چیز عجیب و غریبی هم نیست. اینها رو اگر ما رعایت بکنیم فکر کنم خودش 70-80% دشواری رو از پیش روی ما برمی‌داره. حتما توی نشست دیگر امیدوارم که فرصت باشه با شما و امید گرامی در پیوند با مسئله تهدیدات پان‌ترکیسم در ایران و منطقه و در مناطق فارسی زبان صحبت کنیم. حتما، چون که میدونید که تاجیک‌ها خودشون از افرادی هست یا از پان‌ترکیسم بیشتر از ما دیگه کسی جبری ندیده. ما که سمرقند بخارا رو از دست دادیم. درست، کاملا. یعنی ما هستیم که بیشترین ظلم و ستم رو از پان‌ترکیسم دیدیم، چون اومدن سرزمین ما رو تیکه پاره کردن، ملت رو تیکه پاره کردن و در این مورد باید صحبت کنیم. حتما در برنامه‌های بعدی حتما صحبت شما بیشتر استفاده می‌کنیم و متأسفم که وقت برنامه ما تموم شده. امیدوارم که بیننده‌های عزیزمون هم از برنامه لذت برده باشم، چنانچه من خودم. سپاسگزار از حضورتون در برنامه، امید گرامی و شاهین عزیز. سپاسمندم از شما. بدرود. بدرود باشید.